به ادامه برنامه اسراری وا خوش آمدین دوستان عزیز. در این بخش جناب آقای عتیق الله حبیبی، وکیل گذر باغچه مهتر و همچنان فعال اجتماعی، در برنامه امروز اسراری وا و در این بخش با ما هستند. صحبت میکنیم در ارتباط به فعالیت هایشان در گذر و همچنان نقش مردم در آبادانی یک منطقه، یک جامعه و یک کشور چقدر میتونه مؤثر باشه. سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از شما که ما رو به برنامه خواستین. بسیار تشکر. جناب حبیبی صاحب، در ابتدا از خود بگین که چه مدت میشه من حیث وکیل گذر باغچه مهتر هستین؟ ما از اول امارت اسلامی رضاکارانه برای 2 ماه یا 3 ماه تقریبا ما کار کردیم. بعد از 6 ماه میشه که ما در سمت وکیل گذر باغچه مهتر گماشته شدیم. بسیار خوب، یعنی این 2 ماه باعث ازی شد که مردم فعالیت های شما رو ببینن، بله، شما راضی باشن و شما رو به حیث وکیل گذر انتخاب بکنن. بله، چون که ما برادر داشتیم از منطقه به نام فیروزجان نیازی. بله، از کارکرده از اینا بسیار تشکری میکنن، اونام زحمت کشیده بودن. بعضی ها که وقت استعفا می دادن جلوتر بگفته بودن، ما برای مردم خود برای امتحان، بله، نظر سنجی بین مردم خود داشتین. برای از اینا برای 1-2 ماه یا 3 ماه کار کردیم. بعد از بلندترین رأی هم در سطح گذرا می دیشتم. بسیار خوبه، یعنی 2 ماه یا هم بیشتر از 2 ماه خیلی یک فرصت کمیه که مردم بشن اصلا یک شخص و فعالیت های از او درک بکنن، احساس از او درک بکنن که می آدم برای خدمت آماده، میخواد که برای منطقه خود و جامعه خود خدمت بکنه. یعنی اوج شایستگی و لیاقت هر میخواد که در وجود شما احساس میشه. جناب آقای حبیبی، در ارتباط به گذر باغچه مهتر بگین و موقعیت و مربوط به کدام ناحیه میشه؟ گذر باغچه مهتر مربوط به ناحیه 5 شهرولی میشه. بله، گذر باغچه مهتر از امام مسلم 5 جاده مسجد جامع باغچه مهتر که صادق 5 سابق بود. بله، حال امام مسلم 5 شده. از امام مسلم 5 جاده که جاده انصاری، از سمت شرق غرب جاده سرک باغ عزدی و سرک بانک خون 2 طرف تا به جاده انصاری، چهارای انصاری به جمع گذر باغچه مهتره و یک قسمت هم ما از چهارای 29 عمل داخل میشن، پیش میرن دست راست پس جاده دور میخوره، پس بیرون میشه به جاده بانک خون. بله، ای هم به گذر باغچه مهتر مربوط داره. اونجا بعد مرزی بین ما و دگه وکیل سه. بسیار خوبه. در حدود چند خانوار در گذر زندگی میکنن؟ ما که بهمی وقتا که هست ما همین سر دست گرفتیم که ما خانه به خانه، منزل به منزل تکبندی کنیم و نفوس شمری کنیم انشاءالله. و 900 بلاک به جمع گذر باغچه مهتر آمده. بسیار خوب، نام خدا انشاءالله که 900 فامیل میشه. موفق باشین و بتونین که تا حد توان برای مردم و خود خدمت بکنین. جناب حبیبی صاحب، در این مدت کم کدام فعالیت هایی هم انجام دادیم؟ اگرچه مدت 6 ماه یا هم بیشتر از او خیلی فرصت کمتر تا بتانین کارهای زیربنایی و کارهای تهدابدار انجام بدیم، ولی امکان داره باز هم اقدامات صورت گرفته باشه. جا داره که از شما تشکری کنم رابطه به زی سوال و همکاران هم آماده بودن، دیده بودن و نظر بین مردم، اگه آدم این نظر بده و پرسان کنه از مردم ما، مردم ما شاید بیشتر بگن یا بهتر بگن، ولی از زبان خود ما که بشنویم ها چره به وجه احسن ما کار انجام دادیم. به قسمت کانالا، به قسمت جویها، به قسمت پیادروها که ما همچنان کار میکنن، استلام دادیم برای از اینا، مکتوب آماده به سر از اینا که انشاءالله همین پیادروا به زودترین فرصت جایی که خومه یا جایی که سمت کرده بوده شکسته بوده اینا همه موزاییک شه، بخیر موزاییک فرشه. و در قسمت مساجد ما، بله، ما در قدم اول مساجد در ترمیمی تقریبا دست خود گرفتیم. خدمت مولا امامان تشکری میکنیم از مولا امام خو، از مردم خو که با ما همکاری کردن، همکار بودن. ما در بخش مساجد خو خیلی پیشروی بی سابقه ای داشتیم. یعنی همه میگن که تا حال مساجد ما اینقدر بر اینو نگاه نکرده بوده کسی. ما مساجد خود در قدم دوم مردم مستضعف ما، با مردم مستضعف خود زیادتر رسیدگی کردیم، به مردم غریب خو. خب به می حساب کمک ها یا به آدم خیر بوده
انشاءالله ما خیلی از او هماهنگی کردیم، از او کمک مستفید شدن. خیلی عالی. استقبال مردم از اقدامات چگونه بود؟ چقدر خوشحال شدن با چنین اقدامات و چگونه از شما استقبال شد؟ ما در قدم اول روزی که انتخابات داشتیم بسیار انتخابات فرهنگی داشتیم. بله. در مسجد جامع باخشه مهتر بود، با مردم خود یک جا انتخابات رو شروع کردیم که یعنی بعد از انتخابات از برادران ما که در رأس قرار داشتند، از امارت اسلامی بودند و از شروالی بودند، از نایه بودند یا از استخبارات بودند، وقتی که انتخابات خلاص شد گفتم ما نفهمیدیم، چون که هر جا رفتیم بعض جنجالای نواقصای بوده، بعض تقلبای به وجود میاد که حتی بعد از انتخابات دوباره به انتخابات برمیگشتیم. ما اینجا به سر این صندوق های استاد شدن و یک نفر ما دست رو نگرفتیم که تو یا دوباره امدی یا دوباره رای دادی یا این یا اون، چون که مردم مار ماستن بسیار به یک نرمی آرامش با ما رای دادن و بعد از این که رای دادن ما بلندترین رای رو دیشتیم. بعد از رای ما باز هم مردمان ما به پشت کار داشتن، به مؤسسات بودن، به دفترها خوب بودن، به دکانها خوب بودن، تا آمدن دروازه مسجد جامع ولی از اینا بسته شد. خیلی نفر دیگه هم ما دیشتیم به سرک که حتی یک دفعه صدا زدن که ما میایم داخل، باز ما از اینا درخواست کردم که ما و شما انشاءالله که موفقیم، پیش رفتن دیگه نیاز نیه شما فقط تمیت سکوت باشین، اونا هم خیر بینم، ما خیلی خوشیم، اظهار سپاس میکنیم از مردم خوب با ما هماهنگی هم. هماهنگی کردن همیشه با ما هماهنگ هم، ما رو تشویق کردم و ما هم به خدمت از اونا هستیم و برای اینا انشاءالله وعده سپردیم، کار میکنیم و میسازیم گذر خور وطن خور به امید او روز که بیای یک از افغانستان نوین ببینیم و انشاءالله در سر و سر جهان ما و شما یک افغانستان آری از خوبی ها و صلح و آرامش داشته باشیم انشاءالله. و همین اتحاد و وحدت حتی اگر از این گذرهای کوچک ما مد نظر بگیریم، اگر آغاز شد و در کل جامعه و کشور ما چنین اتحاد داشته باشن و چنین وحدت و انسجام در بین مردم باشه، بدون شک ما میتونیم یک جامعه منظم، یک جامعه دور از میشه گفت کاهش میابه تا حدودی مشکلات و دیگه انشاءالله شاید کدام دغدغه و رنج و تشویشی نخواهیم بود. البته که همینه، همیشه از پایین تر شروع میشه. بله. بعضی میگن نهال میشانی، راست بشان راست بلا میایه، در قدم اول شروع میشه، از قدم اول شروع میشه به خوبی. ما در سمت وکیل گذر به گذر کار میکنیم. بله. چند دین هزار نفر ما و شما میگن که 900 بلاک، 900 بلاک امروز به کنترل مانه، 900 بلاک طرفدار مانه نفوس ما. بله. ما امروز نفوس خب به هر طریقی که ما گپ از دن ما بیرون میشه نه نمیگن، باید از امید قدم اول اصلاح شروع شه و مراتب قدم به قدم زینه به زینه ما میتونیم. امروز گذره در مجموع نایه میشه، در مجموع ولایت میشه، در مجموع یک افغانستان عزیز میشه. بله. که انشاءالله ما و شما ایر یک وقتی باشه که خورد و کلان ایر از نزدیک مشاهده کنین که از گذر و بنیه و ولایت و کل کشور یک آرامش صحیح داریم، ما و شما یک دولت منظم داریم. بله. جناب حبیبی صاحب، گرچه شما اشاره کردین که مردم ما از ابتدا تا به فعلا با ما همکار هستن، همین همکاری ها چقدر میتونه مؤثر باشه در پیشرفت کارهای شما؟ ولو که این همکاری ها معنوی باشه، به شکل حمایت باشه و یا هم حمایت های مادی باشه که بتونه تا حدودی در قسمت کارساز باشه، همین حمایت ها چقدر میتونه شما کمک بکنه؟ حمایت مردم برای ما خیلی جانیه. بله. سپاسگزاری میکنه. اونا همچنان وکیل گذار دارن که همیشه شب و روز به خدمت از اونایه و توقع وکیل گذار هم همین میره که مردم با او همکار باشن. بله. تشویق مردم خود رو میخواید. ما خود ما نمیتونم بگم یک تجارت پیشه کوچکم، ولی کاروبار ما جوره، کاروباری هم ما توزیع مواد نفتی دارم، 4-5 در بند دکان دارم، مواد نفتی از گاز و مایع پترول و دیزل و همیا که هسته ما توزیع داریم، 2-3 نفر پیش ما کار میکنن. بله. خب به درخواست خود مردم باغچه مهتر، گذر باغچه مهتر، به درخواست خود از اینا بود که ما رو جلو کردن، گفتم بعد
همین وظیفه رو تو پیش ببری. ما به تو میبینیم که همین وظیفه رو بتانی پیش ببری که همین منطقه ما انشاءالله یک نگین درخششتر باشه به بین گذرا. ما همین قدر برای اینا به طول همین 6 ماه کار کردن که به 6 سال شاید کار نشده باشه، شاید به 10 سال کار نشده باشه. ما جویهای دارن که بعد از 12 سال یا 13 سال، چون که ما به منجی بودیم و همین سفیده ها مشاهده کردن از نزدیک، جویهای داشتن. به شما به طور آدرس میگم، جاده مچه جامعه باغچه میتر، شما بریم از عالی منطقه پرسان کنیم، هر دفعه که باران میامد به زمین، برای نیم ساعت که باران میکرد 4-5 خانه از اون طرف، 4-5 خانه از این طرف، یا دکان ها او بالا میشد، زیرزمینی ها مردم او میفتاد. بعد از 12 سال ما همین را او بیرون کردیم، بزدیم به کانال زدیم که همین فعلا او، اگه به شما بگم نالی هم بندازیم به جو، همون او روانه به جو. اگه کدام خانه اگه او میایه به جو کانال گد میشاله. یعنی بعد از 10 سال 12 سالی رفته او به او کانال عمومی رفته. خب این تشویق مردم بود، همکاری مردم بود و زحمت های وکیل گذار اینا بود. دقیقا انشاءالله همین قسم که مردم راضی باشن از اقتدا با شما باشن، حتما انشاءالله زنده باشن، تای شما و شما سلامت باشن. جناب آقای حبیبی، به نظر شما اگر حمایت مردم در هر کار، مثلا نه تنها در یک گذر، بلکه اگر ما یک شهر و ولایت را مد نظر بگیریم با مسئولین از اونه باشه، فکر میکنین اون شهر و جامعه موفق باشه؟ نه، به کلی در قدم اول رشد نمیکنه منطقه. اگه امروز مردم ما مر حمایه نکنن، با ما یک نظر نباشن، اینجی ناکامی مانه. نه تنها از وکیل گذر، از منطقه، از تک تک از مردم ما، از تک تک خانه های ما، اهالی ما باید تشویق بکنم. ما اگر ما سالم می بودیم به حرف خوب می گفتین، همین گپ بگفته بودیم برای اینا که ما به شما خدمت میکنیم، خدمت رو کردیم. بله، از چیزی که اول اونا به ما رأی دادن، به انتخابات از ما خوش بودن، با ما همکاری کردن، حال بیشتر خدم و همکارن. چون که بعد از این باز امتحان دادیم ما. بله، وقتی که ما به این چوکی گماشته شدیم به وکالت، بعد از اون ما کار کردیم. یعنی حال ما با پشت از این تلویزیون شما نمیتونیم بگیم که ما کار کردیم، چقدر کار کردیم یا به تصویر بکشیم. انشاءالله که تصویر هم شما داریم از منطقه ما. بله، تصویرهای داریم شما از منطقه ما که اگه ببینیم امکان داره بگیم شاید این گذر باغچه میتر نباشه، شما بیایم یک دوره بزنیم. پاکه پیاده رو ما، پاکه مسجد ها ما، پاکه سرکا ما، پاکه ما. چون که از مردم خو خده یک از خانه ها خو ما دروازه خانه از این در زدیم، برادر این پلاستیک آشغال در خانه تو چه کار میکنه؟ چرا اینجی مانده؟ مگه آشغالی دیر آمد؟ زنگ میزنیم به تنظیف خو، تو امروز چند به جای میدی؟ ما پشت کار داریم. بله، یا پلاستیک رو میدارم با داخل موتر خو میمانم، چند جا ماندم از در خانه، صاحب خانه صدا کردم طول وقت موتر ماندم، گفتم ما به خدمت چه مانم، به کوچه نمانین، سر سرک نمانین. یک جا دو جای آشغالی هایی بود که اگر شما برین، ما بازم از پشت میک برای مردم خو از اونا خواهش میکنم، چون که به بین صحبت ها بیاد ماماد، یک جای دو جای از گذر باغچه مهتر آشغالی میرزن. بله، از طرف شب تنظیف خانه به خانه یک روز در میان میایه، در خانه هزینه در میزنه، صدا میزنه که برادر من آشغال خور بیرون کو که متر تنظیف بیامده، تنظیف به خدمت تونه بارخ تو میبره، آشغال تو میبره. روی برو کوچی زون سرک باغ زدی. بله، از جاده کج بالاتر، از جاده انصاری پایین تر، خوب پیاده رو و کلانه، خوب مزایق، خوب پاک. روز میری خوب پاک، شب که میری صبح میری کوتی آشغال انداخته. خب ما به تنظیف خود صحبت های دیشتیم، گفتم چرا در قدم اول که بود اولا، گفتم چرا یه حالته تو یه آشغال رو نمیبری؟ گفت اگه میبرم یه جلو کردم برسن در این خانه، گفت تو آشغال میدی؟ گفت نه. این خانه چند خانه چند خانه دیدم به تعداد 10 خانه یا 9 خانه اینا آشغال خود نمیدن، به خاطر همین 30 افغانی که برای تنظیف ندم میارم ای آشغال خود برو سرک میاندازن. خب ما از اینا خواهش کردم، گفتم دیگه این کار انجام ندیم، پیسه نداریم، به حضور همون نفر سرپرست تنظیف گفتم اینا معافم، دیگه از اینا پیسه نگیریم. اگر شما به کمبود تل مواجهیم، به کمبود اقتصاد مواجه میشیم، به می 10 نفر ما بیایم از دفتر خب برای شما
ده خانه یا نه خانه، اما ده خانه 300 برای شما میدیم هفته. شما همی آشپال از اینا مجانی ببرین. باز هم به همین طبق روال که مجانی یا که میداد یا که نمیداد، پیسه برای از یه چیزی نیه، سی افغانی چیزی نیه، خیرات هم میدن به دست یک نفره که کنار سرک شده باشه، مستضعف باشه. خب با همین طبق روال باز هم میبینیم آشپال ها خب به همین روزا میداد. از اینا ما خواهش میکنیم اگه ما رو به تصویر دیدن دیشتن، ما به حیث وکیل گذر، نه به حیث یک شهروند، به حیث یک خدمه، به حیث یک جاروکش در باغچه متر، از اونا خواهش میکنم که دگاه آشغال خب برو خسرک باغ ازدی نرزن، خیلی بعد منطقه اینا خراب شده. دقیقا، نه تنها در یک گذر بلکه در تمام نقاط شهر اگر ما مد نظر بگیریم، اگر همکاری مردم باشه برای صفایی، پاکی، منظمی، برای از اینکه چون محیط زیست اینا محیط زندگی از اونها، اگر همین کار را انجام ندن یک محیط آرام و پاک و با صفایی خواهیم داشت. جناب حبیبی صاحب، چه خاطره دارین در طول مدت 6 ماه من حساب کیلو گذر؟ خاطرات خود اگه بگیم خاطره نداره، من داره بدون خاطره نیه در طول مدت وکالت ما. بله، اولین خاطره که داریم از انتخابات خود داره. انتخابات مردم خیلی یک انتخابات خوبی بود، مردم ما خیلی تشویق کردن، خیلی آرامش دیدن مردم به انتخابات، یعنی اونایی که در رأس قرار دارن به حیث هیئت آمده بودن، گفتم ای کاش همه گذر باغچه متر می بود، کاش گذر باغچه متر می بود که همچون انتخابات ما دیگه ندیده بودن. وقتی هم رفتین پشت کاراخ و پشت اسناداخ و بعد از انتخابات به هر سه چهار شعبه که ما داخل می شدیم، گفتم وکیل صاحب گوچارد دارین شما، هر چند نفر گفت شما گوچارد دارین، یعنی خوب انتخاباتی داشتین. ما بعد از شما انتخابات داشتین که مکه مشکل آفرین شد برای ما، ولی انتخابات شما خیلی انتخابات خوبی بود، ما از این انتخابات خوی خاطر خوشی داریم. بسیار خوبه. و به عنوان آخرین سوال، اگر کدام حرف و صحبتی باقی مانده باشه از شما می شنویم. سلامتی شما، زنده باشیم، تشکری میگه جهان، سپاس میکنیم از شما، از همکارا شما. برنامه شما برنامه بسیار خوبی هست. سلامت باشید. برنامه اجتماعیه، برنامه هست که همیشه وکیلای گذر تشویق میشه، باید وکیلای گذر تشویق شن. بله، امروز نیاز به تشویق دارن. تنها نشد که ملا امام مسجد با وکیل گذر همکار باشه. بله، دکاندار، خانه، بلاک، تجارت پیشه‌های دارن، شرکت‌های دارن، ما با اینا هم کاریم، اینا همیشه اینا هم مرد تشویق میکنن، حتی در مسجد شریف، در مسجد جامع شریف برای ما تقدیرنامه دادن، ما خبر نداشتیم، بعد از اینکه نماز خونده شد گفتم بیرون نشین برادرها که وکیل صاحب تقدیر میکنه، ما خودم خبر نداشتم. جهان سپاسگزاری میکنم همچون مردمی که با ما هم کارن، ما هم خدمت نایم، دیگه گفتنی زیادتر ندارم، جا داره که از شما جهان سپاسگزاری کنم. تشکر، زنده باشیم، سلامت باشیم. از برنامه زیبای شما هم تشکری میکنیم. من سپاس از حضور شما در برنامه امروز از رریوا و تشکر از همه بیننده های عزیزی که تا این لحظه با ما هستین. برنامه ادامه داره، همچنان بیننده باشیم.